ده احسان نمن انه حدا اقل فدغه اندازه باندې راویا بدغه غلطه راویا خو بده سرو نسی لكن انت ده ایران کې روانه ده چې په ایران کې دي ایرانی امنیتی قواونه عوام خلکونه په دردیږي مونږ سره دلته دردیږي. شیر محمد عباس استانگزه معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک سخنرانی تند از رفتار ایران و پاکستان با افغانها انتقاد کرد و این دو کشور را به نقض قوانین و مراودات دو جانبه متهم کرده است. استانگزه که در مراسم برای بازرگانان صحبت می کرد گفت برخی از روزنامه ها و سیاسیون ایران در رابطه با مهاجرین افغان سخنان تحریک آمیز می زنند و تلاش میکنند فضا را برای افغانها در این کشور تنگتر کنند. استانگزه از حکومت و رهبری ایران خواست که با مهاجرین افغان با شفقت اسلامی و حقوق همسایگی رفتار کنند. استانگزه همچنان گفت که افغانها در ایران یارانه دریافته میکنند بلکه خودشان کار میکنند، مالیات میپردازند و در آبادانی ایران نقش مهمی را ایفا کردند. پس نباید با آنها بدرفتاری صورت گیرد. زکه دا مهاجری زمونږ چې په ایران کې دي دا د ایران بار دوش ندی. ایران دوی ته روب مفته ډوډۍ نه ورکوي، مفته پیسې نه ورکوي، هر یو ته کار کوي، هر یو ته زحمت باسي، هر یو دوی په کارخانو کې کار کوي. ایران چې نن آباد خو همدې افغانان آباد کړ، نو بیا چې کارګره طبقه دوی دي او دوی خپله ګټي، دوی خپله خوري، بیا یې که احسان نه مني نو حد اقل په دغه اندازه باندې راویه بده غلغلته راویه خو بده سر ونیسي لکه نن چې دا په ایران کې روانه ده. موږ په دې باندې ډېر متاثر یو، په دې باندې ډېر دردیږو که زمانگه یو افغان که اغا خور یا کمرور بید چه به ایران که دی ایرانی امنیتی قواهونه عوام و خلقونه پا دردیگی مونگو سر دلت دردیگو او زمانگه جدی خواهش دی ایران رو حکومت نداده چه نور داشتن بند کی دی خسن همجواری پا اساس بنده بایده در ترحوم یک خروه او دید دستیمونه که چه افغانان پا دی موضوع بنده خفص زکر دب دیمونگه پا هر شی بنده بیا تاثیر کی. جمهوری اسلامی با اتخاذ تدابیر جدیدی که گفته است اخراج 2 میلیون مهاجر افغان غیر مجاز تا پایان سال جاری خورشیدی هدف آنهاست، ظرف ماه‌های گذشته در تهران و شهرهای دیگر عملیات‌های گسترده‌ای را برای دستگیری و اخراج افغان‌های غیر مجاز آغاز کرده و صدها هزار از مهاجرین افغان را رد مرز کرده است. شمار از افغان‌ها که به افغانستان بازگشتند از برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس ایران در مرز اسلام قلعه شکایت کرده و برخی از آنها گفتند که با وجود داشتن اسناد اقامت به زور از ایران اخراج شدند. شیر محمد عباس استانگزه میگوید این در حال است که حکومت طالبان با ایران روابط خوبی تجارتی دارد و روزانه صدها و هزاران کامیون بین دو کشور در تردد است که به نفع هر دو کشور است. وی گفته است که هر دو کشور تحت تحریم هستند و افغانستان یگانه رای باز در برابر ایران است و لازم است موانع در گمرکات و بازارهای ایران برای کالاهای افغانستانی برطرف گردد. در حال حاضر ایران سالانه به ارزش 2 میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارد و مقامات حکومت طالبان میگویند برای تاجران و کالاهای ایرانی تسهیلات لازم را فراهم کردند. اما جمهوری اسلامی ایران برای محصولات و تولیدات افغانستان بازار لازم فراهم نمی کند.